همه گزینه های زیر درستن بجز گشتاور دو قطبی مولکول ها رو با یکای دبای نشون میدیم. بله گشتاور دو قطبی واحدش دبای بود که هر چقدر بزرگتر باشه مولکول قطبی تره و جهتگیریش در میدان الکتریکی بیشتره. مثلا من یه مثال بزنم، H2S و H2O، دبای این بزرگتر از اینه، پس این جهتگیری بهتری داره نسبت به H2S اگرچه جفتشون قطبی محسوب میشن. جرم مولی استون از اتانول بیشتره. استون چیه بچه ها؟ استون اینه CH3CH3. اتانول چیه؟ CCOH H H H H و H. همون جوری که میبینید استون یه هیدروژن بیشتر، یک ببخشید کربن بیشتر از اتانول داره، پس جرم مولیش بیشتره. این قسمتش درسته، اما نقطه جوش آن از نقطه جوش اتانول کمتره. چرا؟ چون اتانول پیوند هیدروژنی برقرار میکنه، اما استون فقط مولکول قطبیه و پیوند هیدروژنی برقرار نمیکنه به این راحتی ها. چرا؟ چون هیدروژن متصل به FON نداره. پس این قسمتش هم درسته، جمله اول درست، جمله دوم هم درسته. من این رو براتون پاک میکنم. پیوند هیدروژنی قوی ترین نیروی بین مولکولی در موادی است که در مولکول آنها یکی از اتم های F N و O وجود دارد. نه خیر، اینجوری نیست. ممکنه جرم ها انقدر بزرگ باشن که این پیوند هیدروژنی ناچیز باشه، مثل مثلا آمونیاک NH3 که پیوند هیدروژنی ضعیفی داره و ممکنه ما مولکول هایی داشته باشیم که انقدر جرم بزرگی داشته باشن نیروهای بین مولکولیشون از این قوی تر باشه. در ساختار یخ آرایش مولکول ها، پس این جمله غلط شد. در ساختار یخ آرایش مولکول های آب به گونه است که در آن اتم های اکسیژن در رأس حلقه های شش ضلعی قرار دارن. من ساختار یخ رو براتون میکشم. هیدروژن، هیدروژن، پیوند هیدروژنی این باید باشه. باید نقطه چین براتون بکشم به اکسیژن، اینم هیدروژن، هیدروژن، اکسیژن، هیدروژن، هیدروژن، اکسیژن، هیدروژن، هیدروژن، اکسیژن، هیدروژن، هیدروژن. اکسیژن، هیدروژن، پیوند هیدروژنی و اکسیژن. همون جوری که میبینید در حلقه شش ضلعی یخ در نوک هر رأس اکسیژن ها قرار دارن. در هر ضلع دو تا پیوند وجود داره، یکیشون پیوند کووالانسیه که من با قرمز براتون تیک میزنم، یکیشون نیروی بین مولکولی پیوند نیست ولی بهش میگیم پیوند هیدروژنی. و این حفره خالی که در یخ ایجاد میشه باعث حجیم شدن یخ و کاهش چگالی یخ میشه. پس دقت کنید وقتی مولکول آب یخ میزنه حجمش زیاد میشه، چگالیش میاد پایین. چرا؟ چگالی میشود، بچه چگالی ما میشود جرم به حجم، که وقتی جرم به حجم رو نگاه میکنیم جرم ما ثابته، اما به خاطر حلقه ها حجم داره افزایش پیدا میکنه، پس چگالی داره کم میشه. پس جمله چهار ما هم جمله صحیحیه و جمله سه فقط جمله غلط ماست.